دادن رأی اعتماد به کابینه جدید آخرین مأموریت حیاتی ولسی جرگه. اول سرطان سال آینده دوره کاری 5 ساله ولسی جرگه خاتمه می‌یابد. شمار از نمایندگان ولسی جرگه می‌گویند با تمامی انتقادات که بالدست شورای ملی وجود دارد، دادن رأی اعتماد به افراد شایسته در کابینه جدید تنها فرصت است برای حفظ حیثیت شورای ملی. قرار است 5 وزیر کابینه جدید فردا به ولسی جرگه بیایند تا برنامه های کاریشان را معرفی کنند. نمایندگان تصمیم گرفتند که به تمامی وزرا پس از توزیع برنامه های کاریشان به صورت دست جمعی رأی اعتماد دهند. داشتن تابعیت دوگانه نامزد وزیران جدید همچنان یکی از نگرانی های جدی نمایندگان ولسی جرگه است. شمار از نمایندگان میگویند که 30% کابینه جدید دارای تابعیت دوگانه اند. پیش از این ولسی جرگه تصمیم گرفته بود تا حکومت افراد دارای تابعیت دوگانه را به این نهاد معرفی نکند. قرآن کریم را روی میز بگذارید. کسانی که دارای تابعیت دوگانه هستند اما میگن که ما نیستیم، دستشان را بالای قرآن کریم بگذارند، وجدانشان، شرفشان، دینشان در همون جا خلاصه شود، اعتراف بکنند که هستند و یا نیستند. وقتی یک کسی تابعیت دومی خود دارد، من کاری میره میشه اعتراف میکنم، میگه که بله من تابعیت افغانی دارم، تابعیت دومی هم دارم، اما به خاطر این اعتماد رو که شما میکنید از سر من افغانه به رهبری دولت شدن، من تابعیت دومی خود از دست بیتم حامل تنها تابعیت افغانی باشم. این مطابق قانون اساسی حق داره، میتونه کاندید شود، تایید میکنید نمیکنید کار شماست. دیروز معاون رئیس جمهور 23 نامزد وزیر کابینه جدید را به استثنای نامزدان وزارت‌های خارجه و انکشاف شهری به ولسی جرگه معرفی کرده بود. پیش از این حکومت به ولسی جرگه وعده داده بود که کابینه جدید را به صورت دست جمعی معرفی می‌کند. عدم معرفی نامزدان وزارتخانه‌های خارجه و انکشاف شهری باعث انتقادات شدید در ولسی جرگه شد. دیروز در بین نامزد وزیران کسانی با تشکیل وزارتخانه های جدید معرفی شدند. در کابینه جدید وزارت کار و امور اجتماعی و شهدا و معلولین به 2 وزارتخانه جداگانه تقسیم شده است. نمایندگان در ولسی جرگه امروز تصمیم گرفتند تا واحدهای اداری جدید مطابق قانون اساسی به تایید شورای ملی تشکیل شوند. شماری از زنان فعال سیاسی افغان به اعلام فهرست کابینه جدید از سوی رئیس جمهور مخالفت نشان دادند. این زنان میگویند نظر به وعده رئیس جمهور قرار بود 3 تا 4 وزارت برای زنان در نظر گرفته شود، اما آقای کرزی خلاف وعده خیش در قبال زنان عمل کرده است. این زنان از ولسی جرگه افغانستان خواهان رد فهرست جدید شدند. همکارم گزارش دارد در این مورد. این بار زنان با لهجه تند از رئیس جمهور خواهان سهم بیشتر در پست‌های تصمیم گیری شدند. یک روز پس از اعلام فهرست کابینه جدید از سوی رئیس جمهور به ولسی جرگه، شبکه زنان افغان مخالفت جدیشان را با این فهرست اعلام داشتند. با باور شماری از این زنان، رئیس جمهور بر تساوی حقوق زن و مرد در فهرست کابینه جدید بی‌توجهی کرده است. البته رئیس جمهور نه تنها این دفعه قبلی هم وعده کرده بود که حداقل 3 تا 4 زن در کابینه جذب بکنه و بگیره. اگر قرار باشه به حسابش حق ما باشه، هم حق دارن خانم ها در کابینه تعدادشان زیاد باشه و هم به حساب شایسته سالاری اگر باشه، خانم ها توانمندی کافی داره که بتونه یک وزارت به پیش ببره. فقط یو دوی خزی ویچ در پارلمان غگ غوی پورته که آنور دوم رزیاد قوی غگ در غزای نپورته نشو، فقط طول در سیاسی بند بستون رو نخبری که دلی. همچنان شماری از فعالان سیاسی زن در این شبکه خواهان رد فهرست کابینه از سوی ولسی جرگه شدند. این زنان میگویند بر اساس معلومات یک روز قبل از اعلام وزرای پیشنهادی جدید 3 تا 4 زن در فهرست کابینه جدید موجود بودند.
اما بعدن از فهرست با دلایل نامعلوم حذف شدند. که اینا باید نام زنها را میدادن. دو چیز باید در نظر می گرفتن، یکی اصل شایسته سالاری را، و در اصل شایسته سالاری باید که توازنه جنسیت باید به با اونجا در نظر می گرفتن. ما این توقع را داریم برای اینکه خانمای پارلمان یک تعدادش با ما همصدا هستند و ما این توقع را داریم که زیادترین فشار بالای آقای کرزی نه تنها به خاطر زنها بلکه به خاطر امی لست که ارائه کردن باید فشار آورده شود و در کنار زنها و مردها همه وکلای محترم این فشار را بیارند. این در حال است که چند پیش زنان در یک گرد همایی بزرگ در کابل خواهان سهم بیشترشان در حکومت شده بودند. اما اینکه چرا در فهرست جدید تنها یک زن وجود دارد حساسیت زنان فعال سیاسی را برانگیخته است. گزارش بود از همکارم مسافر قوقندی. اما خبر داریم از نظام بانکداری در افغانستان. نظام بانکداری در افغانستان با چالش اعتبار قرض گیرندگان همراه است. این مسئله سبب شده است که درصدی کمی از شهروندان افغانستان به قرضه های بانکی دسترسی پیدا کنند. در همین حال بانک مرکزی از ایجاد آژانس گزارشدهی اعتبارها و مرکز ضمانت ها به صورت همزمان خبر می دهد. عزیز مبشر، پرداخت قرضه های کوچک و بزرگ از سوی بانک های موجود در افغانستان سبب شده است که چرخ نیمه دم اقتصاد شماری از خانواده ها و مؤسسات به حرکت درآید. اما اعتبار مشترکین بانک های قرضه دهنده این روند را به چالش کشانده است. مقام های بانک مرکزی افغانستان از این چالش به عنوان خطر جدی یاد می کنند. این مقام ها می گویند گسترش قرضه های بانکی به مردم که نقش اساسی در پیشرفت اقتصادی آنها دارد، با وجود این مشکل حرکت بطی دارد. هنوز بانک های افغانستان با خطرات گسترده مواجه هستند. کی خطر عبارت از خطر اعتبار است. چون آژانس راپوردهی اعتبارات در کشور وجود ندارد که یک شخصی با اعتبار را از یک شخصی بی اعتبار تفکیک کنه. اکنون بانک مرکزی می خواهد با ایجاد آژانس گزارشدهی اعتبارات و مرکز ثبت ضمانت ها این چالش را حداقل در دراز مدت از میان بردارد. در صورتی که این مراکز ایجاد شود، مشترکین بانک ها می توانند با پرداخت ضمانت های مناسب قرضه دریافت کنند. در حال حاضر متقاضیان مجبورند برای گرفتن قرضه ضمانت های کلان مالی را در اختیار بانک ها قرار دهند. دریافت تضمینات گران قیمت از سوی بانک ها سبب شده است که درصدی کمی از مردم افغانستان به قرضه های کوچک و بزرگ دسترسی پیدا کنند. مقام های بانک مرکزی می گویند در صورتی که آنها موفق شوند تا مراکز یاد شده را ایجاد کنند، روند پرداخت قرضه های بانکی به مردم تسریع می شود. آژانس راپوردهی اعتبارات این زمینه را برای نظام بانکی افغانستان مساعد می سازد که تاریخچه باز پرداخت و اعتبار همه مقروضین را ثبت کند و هر کسی که از نظام بانکی افغانستان و یا از مؤسسات خرد اعتبارات افغانستان قرضه می گیرند، ریکاردی از وا و تاریخچه از وا ثبت می شود. با ایجاد آژانس گزارشدهی اعتبار و مرکز ثبت ضمانت ها بانک های قرضه دهنده در مورد عملکرد مشترکین معلومات بیشتر به دست می آورند. این مراکز سبب خواهد شد تا کسانی که در بازپرداخت قرضه ها سهل‌انگاری کردن مورد بازخواست قرار گیرند. این مراکز با هزینه مالی بیش از $500,000 امریکایی ایجاد می شود که از سوی مؤسسه حرکت کمک شده است. مؤسسه حرکت از 1.5 سال پیش با کمک برخی از کشورهای خارجی ایجاد شده است که در راستای رشد ظرفیت های بخش خصوصی فعالیت می کند. در حال حاضر این مؤسسه توسط متخصصین افغانی اداره می شود.